اینجا شیراز است. داستان ما در این شهر از زمان جنگ آغاز می شود. خب شبا تو اون کانالی که بودیم مانور بود. وقتی یه چی گلوله یا چیزی منفجر میشه، وظیفه گروه تخریب یا اون مربی که پیداش کنه منهدم میشه. افراد گروه ما در آینده نزدیک رکوردهای تازه ای را به نام خود ثبت خواهند کرد. حالا جالبیش هم اینجا بود که کسایی میخواستن شطرنج را آب بازی کنن که توان بسیار زیر آب رفتن نداشتن. اما سرنوشت این گروه به نقطه‌ای در تاریخ گره خورده است. 12 تیر ماه 67. خب میام وسیله بعدی که با استفاده میکنیم توی غواصی خیلی مهمه. اساس کار غواصی است. اساس بعضی ها میگن نیست، ولی خب اساس زندگی غواص و سعادت شدن. BCD یا جلیقه نجات. این همه زندگی غواص توی اینه. تعادلش توی اینه. این یک کفه ترازونه. این ترازو هست. شما تو آب یا مثبتی یا منفی. اساس اون قسمت کنترلشه. تمام VCD ها یه همچیزی داره. حالا چه قدیم چه جدید هر چه یه قسمت کنترل داره. من از اصطلاحات خارجی هم استفاده نمی‌کنم، خودمونی قسمت کنترلی. یه شاسی خروج داره، یه شاسی ورود داره. با این خروج هوا، با این ورود هوا. خب دقت کنید. قسمتی که لیگلاتور خود تانک میخواد روی بی سی دی مون نصب بشه یه جا زین، بهش میگن زین سوار شدن تانک. موقعی میخواستیم ببندیم حتما قسمت شیری که میخوام ببندیم نگاه کن، اگر به این شکل باشه شیر باید سمت راست ما باشه، به این شکل اینو میبندیم. یا میتونیم بازش کنیم. بگم باز کردن و بستن خود این کمربند یه قلق خاصی داره. اگه قلق و بلد نباشی به هیچ عنوان نمیتونی ببندی. با اینو به شکل وارد تانک میکنیم. بعد کربلای 5 بود که کربلای 8 باز دوباره تو تر برنامه اومد که شناسایی بشه محورها رو و عملیات انجام که دیگه ما از محوری که میشد پلیسرای بصره شروع کردیم که شناسایی که از روبرو پتروشیمی محل شناسایی طول دادیم تا خود پلیسرای بصره و مناطق شناسایی کردیم، دیگه اعلام کردیم که به اصلا موازد به چه صورته و مسئولین ربط زیرت اون موقع متوجهشن که به اصلا موقعیت خوبه چون هنزه نگاه میکردید آمادگی عملیاتی ما نمون نیروها به اصلا به صورت نیروهای عملیاتی نبودن آماده و چون دیدیم به اصلا پدافند دشمن جور از که میشه ضربه وارد کنیم دیگه وارد عملیات کربلای 8 شد که شب کربلای 8 به اصلا عملیات انجام دادیم، شناسایی انجام دادیم، برگشتیم. چون آتش دشمن خیلی شدید بود رو محور، شب ضربه شدید خورده بود و میخواست از خودش دفاع بکنه، بسته بود منطقه رو به شیمیایی و توپخانه و خمپاره و خیلی تانکاشون صبح اومده بودن به حساب مستقیما زرهش عمل میکرد و شلیک میکرد. شلیک زیاد بود، ولی حدس خودم به حساب رو خمپاره زمانی بود چون به حساب آتش زیاد بود متوجه نشدم. زمانی که افتادم تقریباً 2-3 ساعت میشد که از زمان مجروحیت میگذشت که یک کم هوش اومدم، متوجه شدم دیدم نمیتونم دست و پام حرکت بدم. همینجوری و بچه هایی که تو مسیر محور رد میشدن متوجه شدن که حرکت سر من اومدن به ساعت ما رو جمع کردن بردن. تفنگدار دریایی بودم، گردان یکم حفاظت. بعد تو منطقه دو دریایی بوشهر بودیم، موقعی که تو پادگان بودیم انفجار تو جابجایی، انفجار مین،
هر دو دست، هر دو چشم من از دست دادم که بچه ها از من دورتر بودن، حلوش 20 متر دورتر که بودن اومدن و من گذاشتن در یه پتو و با خودشون رو انداختن توی یه جیپ فرماندهی و بعد بردن به بیمارستان. تقریباً 29/12/62 داشتیم آموزش های اصلا پرتاب نارنجک رو چه کار میکردیم. یکی از نارنجک رو که انداختن منفجر نشد. خب شبا تو اون کانالی که بودیم مانور بود، یعنی هر شب خدا رحمت کنه. بعد خود شهید اسلام رسب هم که اومد بیشتر تو این مثلا مقری که ما بودیم آموزش های رزم شبانه بود. وقتی یه چی گلوله یا چیزی منفجر میشه وظیفه گروه تخریب یا اون مربی که پیداش کنه منهدمش کنه. ما وارد کانال شدیم، خب جونو همش مسبادیه. موقعی که از بالا نگاه کانال کردم دمی چیزی نیست، ولی میدونستم یه نارنجکی عمل نکرده اینجا، ولی چیزی با چشم دیده نمیشد. بعد آموزشمون رو تعطیل کردیم. بچه های استهبان بودن، بیشتر بچه های استهبان شیراز اومده بودن. گفتیم بچه ها کلاس تعطیل، یه نارنجک عمل نکرده، من یه نگاه کنم، شما برین آزادی. و من از تقریبا یه کانال 2 متر و نیمی بود از بالا پریدم پایین، نگاه کردم دیدم هیچ چیزی نیست، خدای کجا رفته. ولی به دلم بود که این عمل، یعنی چند تا نارنجک که من خودم انداختم بغل لس اون نارنجک حداقل دو صدا بیاد منفجر بشه باشم. دیدم نه، باز میگم که حالت بد دل بودم، دیدم خدای نکری اگه اتفاق بیفته خطر داره. ما رفتیم تو کانال، همینجور که نشسته بودم نگاه میکردم حالا با چش برآمدگی ببینم چیزی ببینم دستی بکشم، تقریبا یه صدایی از بالای سرم اومد. دیدم 5-6 عده بچهای مثلا گردانی که آموزش میدادم اومدم بالای سر من. فلانی بیام کمکت کنیم؟ گفتم نه احتیاج کمک ندارم، برین کنار شما. هم به من که من گفتم برین کنار، آقا منفجر دم ما نفهمیدیم بین زمین آسمون بغل گفتنی اومدیم بالا. از کانال جوری بود که قشنگمون کنم بگم نصف تنه من از کانال اومد بالا، دوباره از بالا افتادم پایین. دوران مجروحیت هم خیلی به سختی گذشت. دکترها چندین بار پامو عمل کردن تا تونستم یه پای مصنوعی برای خودم دست و پا کنم. چند ماهی طول کشید تا به پای مصنوعی خودم عادت کنم. بعد از مجروحیت هم مستقیم برگشتم اردوگاه تا آموزش بچه ها رو از سر بگیرم. چند سالی از مربیگریم توی یگان تخریب میگذشت. مهر ماه 66 بود. تا اون بره از جنگ طعم تلخ حوادث دلخراش زیادی رو چشیده بودیم. خیلی از دوستامون شهید شده بودن. خیلی هم اعضای حیاتی بدنشون رو به خاطر مجروحیت شدید از دست داده بودن. روحیه بچه ها زیاد چنگی به دل نمیزد. تصمیم گرفتیم برای اینکه حال و هوای بچه ها عوض بشه کار بزرگی رو انجام بدیم. وسایلمون رو جمع کردیم. همه یا جانباز بودن یا معلول. نمیخواستیم بارمون سنگین باشه. به همین خاطر از جیره جنگی های باقی مونده تو اردوگاه استفاده کردیم. هدف فتح قله دنا بود. هوا به شدت سرد بود. سرما عمونمون رو بریده بود. بارها میشد که توی مسیر به خاطر برف شدید دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم و همونجا زیر صخره ها پناه میگرفتیم. یادم حتی فیلمبردار گروه هم از وسطای راه دیگه باهامون نیومد و برگشت. فقط به یاد دوستای شهیدم بودم. جاشون خیلی توی صعود خالی بود. وقتی به سینه کش ارتفاع 3050 رسیدیم، کمپ رو با کلی دردسر برپا کردیم. شب که شد، برای برنامه‌ریزی فردا همه توی چادر تدارکات جمع شدیم. رادیو روشن بود. یه دفعه خبر حمله هلیکوپترهای آمریکایی به قایق‌های تندروی سپاه تو خلیج فارس رو شنیدیم. همه جا خوردن. خیلی ها همونجا گفتن برگردیم شیراز، ولی مسئول تیم به شدت مخالفت کرد. می گفت این صعود ما برای اولین بار توی کشوره و افتخار تازه‌ای رو برای جانبازهای کشور به همراه داره. فردای اون شب مصمم‌تر از همیشه به صعودمون ادامه دادیم. دل تو دل بچه ها نبود. تا به خودم اومدم تو سینه کش قله اصلی دنا بودم. یکی از بچه ها با فریاد الله اکبر پرچم لا اله الا الله رو به زمین کوبید. بچه ها تو پوست خودشون نمی گنجیدن. دنا با همه عظمتش فتح شده بود. من بعد از زخم مجروحیت که بلند شدم می دیدم که بچه ها به صورت سرگرم ورزش هستن، چسبن به رشته های ورزشی که به صورت فعالیت ورزشی انجام دادن و همین منو سرگرم کرده بود.
ورزش شنا ما از سال 86 فکر کنم بود، دقیقا درست یعنی فکر کنم 86 بود، اینا جشنواره خیلی بزرگی بود، کل جانبازا اینا مال کل سراسر کشور اونجا بودن. ما وقت تو رشته تیرانداز بشن شرکت میکردیم که به استخر آزاده رفتیم، دیدیم بچه ها مثلا ویرچری ها هستن و اینا. تا یک بچه ها گفت شنا بلده، گفتم سالمیه که من میتونستم شنا کنم تو جایی مثلا که مثلا برای غرق نشم اینا، میتونستم شرکت دیگه. ما از اون سال از جشنواره که تموم شده اومدیم، بعد سال 86 اومدیم جو توی دیدم بچه ها آجاقالان میگه بیا بریم استخر، گفتم من شنا بلد نیستم چطور فرام، گفت بیا بریم حالا اونجا حد چرا مربی هست اینا شنا رو یاد میده، دلشاد بود و اینا بهمون گفتن. رفتیم اول هم تو استخر کوثر اینجا شرکت میکردم بچه ها، دیدم میتونم کمی شنا کنم، اینا غرق نمیشن نمیرن زیر آب. که از اون سال ما دیگه ادامهش دادیم شنا. اومدیم منزل دیگه، اون موقع من ازدواج نکرده بودم دیگه، خیلی سخت بود. بعد از 3 سال که تو خونه نشسته بودم، از خونه بیرون نمیرفتم، خیلی واقعا سخت بود و زجرآور بود. بعد از 3 سال که دیگه ازدواج کردم، دیگه یواش یواش با خانمم بیرون رفتیم، دکتر رفتیم، این و میرفتیم اون و میرفتیم، دیگه عادی شد برام همه چی. یه روز برای درمان رفته بودم درمانگاه بنیاد شهید، داشتم میومدم آقای دلشاد و اونجا ما دیدیم، اومد احوال پرسی کرد و روبوسی کرد، اسم فامیل خودشو گفت، گفت من اسماعیل دلشادم، ورزشکارم. گفت تو ورزش هم کار میکنی؟ گفتم نه. گفت دوست داری بیای ورزش؟ گفتم آره. گفت میتونی بیای استخر انقلاب بیای و برگردی؟ گفتم آره میام. حتی آقای دلشاد ماشاءالله یه عدد طولایی داره تو ورزش، میگه موقعی که وارد شنا شدی و اصول بسا یاد گرفت، خیلی علاقه خاص داشت به شنا و سریع تونست بسا رشته ها و مدارک های مختلف بسا از تو شنا کش کن، و همین شد که اومد فراتر از بسا توان ورزشیش بسا به رشته های قواسی هم پرداخت. آقای دلشاد بهش گفتون قواسی رو علاقه دارم اینا، گفت صبر کن یه ابدای جدیدی پیدا کنم ببینم چجوری میتونم فکر کنم که چجوری حرکت کنم، چپ راست پایین بالا، یا به تنهایی از دور به هم بگه چیکار کن، کدام سمت برو. هر چیزو باید شما جای خودش بذاری. وقتی خواستی یاد بدی به آقای عباسی که دو چشم نداره، چشمتو ببن دو دفعه با سر بخور تو دیواره استخر، تا به قول گفتنی چند تا از این کبوترها تو دور سرت بگرده، مشت کن، حس کن دستت قطعه تا این سر مشتت بخوره تا اون دیواره. خودش می اومد، خودشو مثل من قرار میداد، چشاشو میبست، دستاشم مشت میکرد، بعد شنا میکرد، یا میرفت تو تناب گیر میکرد بدنش زخم میشد، یا میرفت محکم با سر میکوبید تو دیوار، یا با مشت میکوبید تو دیوار. می اومد میگفت سرم شکست، گفتم چی تو شو گویی چی با چش بسرت، گفتم خب مجبوری، گفت دارم میرم که تو آسیب نبینی. اساس قواسی اول صحت سلامت بدنه، یعنی اول باید چکاپ بدنی بشی، بعد دستت، اول دیدته چون باید ببینی، بعد دستته با این حرف میزنی. حالا شما این دیدو نداشته باش، اینم نداشته باش، میخوای چیکار کنی با زیر آبی که بسته شده بگی. ما اومدیم، من خودم از مبتدین علائم مخابراتی موس خط نقطه ضربه، با این ضربه شروع کردم. ما بعد موارد که آقای عباس آموزشون دادیم توی استخر، میگفتیم این چشمش نمبینه داره شنا میکنه، میگه چه حسابه، این چشمش نمبینه به دیواره نمخوره، الان میگی میره پایین میره پایین. من یه سنگ کوچیک دستم و زیر آب دو تا ضربه میدادم، آقای عباس متوجه میشد، تک ضربه ایست بود، ضربه به ضربه بلندتر مثلا قوس زدن بود. یه متد جدید آوردیم، شروع کردیم به آقای
امادی. امادی آوردیم تو چرخه، گفتیم فلانی با خب پاوی بزنم. یه تعریف با آقای اماد دادیم، خودش استاد همین کارا از با اون تیکه پای مصنوعی خودش یه قالب درست کرد، دو تا از این فینان وزن که بهش که تو آب اون قد کوتاهی که داره فین میزن. این پاهای یه قفل داره و اینم یه شفت که میره داخل قفل. این زمانی که میره دیگه این قفل میشه، پا دیگه بیرون نمیاد. این به خاطر که کوتاهی پام بود، برای این پام هم دیگه بدون قفل استفاده میکنم. حتی این فینش از فینای معمولی استفاده میکنم، منتها قالبش این مقدار متفاوته فین معمولی قواسی، ولی قالبش به قالب پای من ست میشه. و دیگه خیلی راحت تونستم توی قواسی و حتی توی شنا از پاهام استفاده کنم، فین بزنم. ما نزدیک 15-16 رشته غواصی داریم. هنوز یک کشو تو اودی مدال زیر آب نداره. یعنی رشته غواصی که زیر آبه تو دنیا نشده بگی آقا این مسابقات غواصی برگزار شد، ما مدالش زیر آب دادیم. بعد از اینکه تمرین‌های غواصی رو تو استخر انجام دادیم اینا و چی بود، با بچه‌ها گفتیم بیایم حرکت‌های ورزشی رو زیر آب هم تمرین کنیم. و حرکت هایی که تمرین کردیم بیلچرانی، دوچرخ سواری زیر آب اینا بود که بچه ها تمرین کردن و از جمله بساز شطرنج بود که برای اولین بار بود که در جهان بساز شطرنج زیر آب. آقا ما اولین توزیع کننده مدال ورزشی در جهان در زیر آبیم، باورتون نمیشه. همین فیلمش نگاه کنین، سکو آقای امادی درست کرد تو خونه. آقای امادی سکو درست کرد، بچه‌ها آوردن. آقای شریفی تندیساش آورد. بچه‌ها گل زیر آب مدال. آقای نصرالزاده یه چند تا مدالش آورد. هر کدوم همه بچه‌ها توش دخیل بودن. مدالای رسمی زیر آب دوزی شد. احکام داده شد. گل هم داده شد. پرچم ایران هم تو سینه‌شون بود. ولی آیا توی سایت یا یه جای نشون داده شد؟ نه. متأسفانه ضعیف بودن مسئولینه. چون الان من به عنوان اولین غواص روشندل جهانم، خب هیچ کاری نمیکنن. مثلا از کار ما الگو برداری میکنن، مثلا سنیا یا مثلا کسای دیگه، اونا ثبت میکنن. خب همین نماز خوندن ما رو، ما گفتیم چی کردیم اینا، پخش شد همه جا چی و اینا. بعد از ما سنیا دیده بودن، رفتن سه نفر زیر آب انجام داده بودن. او تو سایت ایران هست، ولی نمازی که ما خوندیم تو سایت ایران نیست. و حال جالبیش هم اینجا بود که کسایی میخواستن شطرنج زیر آب بازی کنن که توان بس از زیر آب رفتن نداشتن. آقای جانبازی که قطع نخا است و حرکت پو نداره که و مهمترین حرکت در غواصی زدن فین هست به اون رفتن، و یا جانبازی که دو دست نداره یا قطع پا هست انجام نه. ما تمرین کردیم و به حمدالله با موافقت تونستیم حرکت رو بس انجام بدیم زیر آب. طرح افتاد من تو ذهنم، دم خب تو بخش مثلا مسائل شرعی خود این توی آیه میکنم سوره توبه باشه که قسم میگه ما قواسان و بناان رو در اختیار حضرت سلیمان قرار دادیم. این کلمه قواس رو در قرآن داریم، یعنی قوس زنندگان.
آقا خطوط لوله از در شهری خواه خیلیه بایی عوض شهری باید داشته باشی شما روز نری. من گفتم خدایا خب این قواتا به عنوان یه شغله، حتی تو قرآن هم به عنوان شغل اومده. خب این حداقل یه پیگیر اگمیش بگیم بقول گفتنی جایی یکی از علما از مراجع تقلید تمام رساله ها گشتم هیچ چیزی ندیدم. من اصلا همچی در رابطی که برنامه دارم آقا سر زیر آب بره چیزی مطرح اصلا هیچ چیز نداریم ما. سر زیر آب بره روز باطل خب یعنی چی؟ یعنی بندمون خودت تو شرکت نفت پالایش و خطوط لوله مخابراتی و نظامی ها و کاری که میکنن یعنی چی؟ یعنی ما رمزون تموم ببیشینن. هنوز هم این مقدار هست ولی خب یکم داره بازتر میشه. بعد گفتن خب من قواز ما میگیم به قول گفتنی همه چی از انسان سلب میشه الا نمازش. حالا به هر چک شده یه ایستاده نشسته خوابیده راه رفتن هر جا باشه میگه بابا من رفتم زیر آب. ای وای تو ادارات شده رو زمینش هستی یه جا هستی ای وای نماز نخوندم آب پیدا کنم چیکار کنم فلون کنم نمازم بخونم نمازم میخونه هر چمبلا تیممم بکنی. حالا من رفتم زیر آب ای وای نماز نخوندم ای بابا حالا چیکار کنم چجوری بخوام برم بالا کجا برم بالا وقت گفتم برگزارش میکنم. بعدم خیلی سخته اومدم تمام اطلاعات در رابطه نماز و احکام و نماز رو میدونستم باز نوشتم گفتم خب اینا اگه من بخوام زیر آب انجام بدم این یه چیزی که به دین منه. گفتم خدا ما چیزی احکام به نام زیر آب نداریم. بله خب نیشه به قول گفتنی باید تمام این موارد و نماز و ایستاده رو به قبله باشی ایستاده باشی فلان باشی همه اینا رو باید. خب بچه‌ها من میخوام تر بدم. خیلی آقای دلشاد تلاش داری که بسا اول که بحث نماز زیر آبه بسا یه چیز بسا از لحاظ احکام شرعیش بسا به سبب و تماسه مختلف داشت با دفتر مراجع که بسا همچه حرکت یعنی اول بسا قبول نمیشه میگفتن مگه میشه بسا زیر آب بسا بدون وضوء بسا بدون مسیر قبله یا هر چیزی بسا چی بشه. بعد بسا سری بسا گفتن که نوع کار بسا آقا بگین تا بسا روش بررسی بشه. رفتم سراغ اسد محمد باقر موسوی شیرازی گفتم آقا من همچی تری دارم. بعد یه تیکه از دعای عهد خوندم. آیا دلشان اومد بررسی کرد و بسا آقا جهت قبله رو زیر آب مشخص کردن و بچه ها بسا به قولان با وضوع وارد آب شدن و بحث سجده رو که بسا آقا باید جای خوش باشه اونجا هم دیگه از ادله مختلف بسا توجیه کردن که مورد موافقت قبول شد و گفتن که میتونیم این حرکت رو بسا انجام بدیم. آقا ما که منتظریم در مغرب و مشرق زمین در پستی و بلندی در خشکی و در دریا و بعد آیه و ظهر الفساد فی البر و بر ما کسبت ایدن و ظاهر شده فساد به دست انسان در خشکی و در دریا. من میگم آقا رو کشتی فساد شد زیرام که فساد نمیشه. خب بعضی خیلی توی جریانه خیلی ها به قول گفتنی دنبال یه بونای کلمات میگشتن که ای منو بکوبن ما منصرف کنن. دو آقا من میخوام برگزار کنم چون احکام در راد با وضو نیست بچه ها وضو میگیرین. اگه اون تیک و فلو نگاه کنی همه اومدن وضو گرفتن اومدن داخل آب. مهر چیکار کنم؟ خب دیدم قانون مهر میگه تا 4 انگشت بیشتر بزرگتر نباید باشه. دیدم خب این ماسکی که میزنن با دیمنی که میذارن خب با من یاد نه کنم که ازو شد نه باورتون نشه مثلا سنگ انتخاب کردم که مثلا قشنگ موقعی که شما نگاه کنید تو فیلم رکوعی که میرن سجده ای که میدن قشنگ این مهر روی قسمت پیشونیشون قرار میگرفت. قیامی که میکنن تلو تلو نمیخورن همه این عادی بلند میشن راحت میشن یعنی
با فرمان برج مراقبت فرودگاه بندرعباس، هواپیمای ایرباس با شماره پرواز 655 بر فراز آبهای ایران به مقصد دبی به پرواز درآمد. در همان زمان ناو آمریکایی وینسنس در حالی که 4 کیلومتر به آبهای سرزمینی ایران تجاوز کرده بود، ایرباس را بر مدار خود بین جزیره قشم تا هنگام شناسایی کرد. 7 دقیقه بعد، در حالی که تقریباً 1/4 مسیر هوایی پیموده شده بود، مسافران ایرباس توسط 2 موشک از عرشه ناو وینسنس هدف قرار گرفت و 290 سرنشین آن جان باخت. اینجا بود، اومد هواپیما مسافربری رو زد، 290 نفر به شهادت رسیدن. بعد بیاد اوج ددمنشیش اینجا بود که بیاد به اون کاپیتان اون ناو مدال افتخار هم بده. شما حالا حساب بکنین این حامی حقوق بشر داره چیکار میکنه، یا اون تجهیزاتی که بود، یعنی شما تشخیص ندادن هواپیما مسافربری را نسبت به هواپیمای جنگی. من باورتون نمیشه، اصلا خواب دیدم روی این جریان وقت شدم. یه لحظه رفتم جزیره هنگام، یکی در اومد گفت آقا چاد اینجا محلی که هواپیما سقوط کرد. اصلا همونجا موندم تو خودم، دم خدای چقدر با مظلومیت، با مظلومیت شهید شدن، حالا هم مظلوم هستن. یکی 2 سال قبل دیگه حالا آقای دلشاد پیشنهاد داد که یه تندیس به این مناسبت توی خلیج فارس نصب کنیم، که حالا کار مقدماتش انجام دادن و تندیس تهیه شد و هم شد و اونجا رفتیم برای نصبش. یه تندیسی بود از حالا شفاف، از نمیدونم جنسش چی بود، ولی جنس شفافی داشت، از این جنس های پلاستیکی، البته اسم خاصی داره، بکنم یک در 2 متر بود، حالا ابعادش هم این گونه بود. ما پایه هاشو چون حالا بحث نشوندنش کف دریا، طرحهای مختلفی داشتیم که حالا طرحی که مورد موافقه قرار گرفت این بود خود تندیس رو سوراخ بزنیم به وسیله تناب یا زنجیر استیل، اینو با یه وسیله میخمانند، حالا مالت میخای بزرگ و سیمان، محکمش کنیم تو دل دریا، اون تو کف دریا بتونه قرار بگیره و به خاطر که اون تعادلش هم بتونه حفظ بکنه، تصمیم گرفتیم چند تا شناور هم بالاش نصب کنیم که این با امواج، چون حرکت آب اون کف داشتیم، با حرکت آب بتونه بازی کنه و آسیبی بهش نرسه. غیر از ناوچه‌هایی که مال ایران رو میزد، سکوهای نفتی رو میزد، کشتی‌های نفتی رو میزد، قایق‌های تندرو رو میزد، هر چی رو که میتونست میزد که ایران شکست بخوره. ولی نمیدونست که لطف خدا همیشه بیشتر از هر چیه. هر چیزی که اون بخواد چی کنه، قدرت خدا بیشتر از هر چیه. ما به خاطر این که یاد شهدا رو همیشه زنده نگه داریم و جنایت آمریکا رو همیشه به گوش دیگرون برسونیم، همیشه از قشم تا هنگام رو شنا میکنیم که به یاد و نام شهدایی که چه مظلومانه جانشون از دست دادن. و بعد از این که دیگه زمان بسا گذشت و دیدیم که همه در مقابل بسا یه اتفاقی که افتاده، خب جامعه جهانی سکوت میکرد و هیچ عکس‌العمل نداشت و در داخل کشور شده و به صورت یه برنامه نمادینی که هر سال یادی ازش میکنن. آقای دلشاد پیشنهاد داد که بیایم مثلا بچه‌ها یه مسابقه شنایی بزنیم یادمان مثلا سقوط هواپیما. اولین بار خودم تنهایی مسیر رو رفتم، گفتم میتونم، خدایا بذار بچه‌هان بیارم اینو بکنم یه مراسم. اصلا 8th دوره هست امسال، بچه‌ها دارن خودشو میان، خود جوش میان. همیشه اون تیک تیک شدن وقتی تلویزیون خودمون اون
جنازه های تیکی تیکی شدن تو آب نشون میداد، اصلا مد نظرم بود، اصلا خستگی میگم وای خدا اونا چه به سرش اومده. حالا این مسافت رو شنا کردن کاری نداره، وقتی تو ذهنم میومد انرژیم بیشتر میشد. به بچه هم میگم، خود بچه ها میدونن وقتی میریم سر اسکله کندل میگم بچه ها یه عملیات دیگه، شاهدان یادتون بیاد تو آب چجور تیکه شدن. همه خودجوش بسا بچه ها جمع شدیم و رفتیم قشم. سری اول کار بسا زیاد استقبال از این برنامه نشد و وقتی دیدن که یه تعداد جانباز بسا با این وضعیت بسا اومدن بسا وارد عرصه شدن و همچنین بعدا تقریبا یه هماهنگی شد و به صورت مداوم شد که هر سال ما چه مسئولین بخوان چه نخوان ما خودمون برنامه رو اجرا میکنیم.